شهرام جزائری امروز در ساعت‌های اولیه صبح با تلاش واقعا مأمورین و سربازان گمنام امام زمان دستگیر شد و با کمک وزارت امور خارجه و با کمک قوه قضاییه چند روز پیش فهمیدیم که در یکی از کشورهای خلیج فارس مخفی شده ایشون. به تبع چون با نام اصلی هم نبود، وقتی از این کشورها سوال میشد، با اینکه واقعا کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس همه اونها قصد همکاری رو با ما داشتن، لکن چون ایشون با مشخصات غیر واقعی رفته بود اونجا، به صورت غیر قانونی هم وارد شده بود، طبعا اونها خبری نداشتن. طبیعتا وقتی ما سوال میکردیم اونا میگفتن خب چنین چیزی نیست، کسی نیست و حق هم با اونا بود. ما به همون توانایی که عرض کردم دقیقا نقطه اختفای او را به دست آوردیم و در همین اواخر هفته گذشته یک تیمی را مشخصا اعزام کردیم، با مسئولین قضایی هماهنگ کردیم، با ریاست محترم قوه هماهنگ کردیم و با وزارت امور خارجه و رفتن اونجا ایشون را به پلیس نشان دادن، نقطه مشخص او را نشون دادن و اونها هم همکاری کردن. طبق ضوابط ایشون تحویل جمهوری اسلامی شد و امروز ساعت 6 بعد از ظهر ساعت 18 وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و طبعا از اونجا هم منتقل شد به زندان. الان در واقع نام اون کشور رو میخواید اعلام کنید که در کدوم کشور بوده؟ یعنی هنگام فرار به کدوم کشور فرار کرد؟ ببینید، مهم این هستش که امروز شما میبینید که شهرام جزائری محکوم در کشور شما هستش و این هم با همکاری وزارت امور خارجه و با هماهنگی دستگاه قضایی و تلاش و جدیت سربازان گمنام امام زمان، محکوم علیه که تصور میکرد احیانا از کشور گریخته و دیگه تقریبا مطمئن بود که کسی دستش به اونه میرسه، امروز دوباره تو زندان اوین هستش. من شهرام جزائری هستم، فرزند محمد منصور. به تاریخ امروز 28 ماه عزیز سفر، 27 اسفند ماه 1385 در فرودگاه مهرآباد تهران هستیم. به تاریخ صبح امروز توسط مأمورین محترم وزارت اطلاعات دولت جمهوری اسلامی دستگیر شدم.